سیلاب برخی از مدارس آقلا را تعطیل کرد. قیمت نفت کاهش یافت. گفتگوهای عادل الجوبیر و جرمی هانت درباره اقدامات خصمانه رژیم ایران. در پی وقوع سیلاب مجدد در آقلا برخی از مدارس این شهر امروز شنبه تعطیل شدند. روز جمعه سد کیسه‌ای در شمال یلمه‌خندان در آقلا شکست و سیل با شتاب به سمت شهر پیشروی کرد. مردم به ویژه جوانان تلاش کردند سیل بند را مهار کنند، اما به دلیل شدت جریان سیل موفق نشدند. به دنبال تماس دونالد ترامپ با رهبران اوپک برای افزایش تولید، قیمت نفت کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ طی پیامی گفت عربستان و دیگر کشورها با افزایش تولید نفت موافقت کردند. بنا به این گزارش، قیمت نفت با 2.20 دلار کاهش به 72.15 دلار در هر بشکه رسید. عادل الجوبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی در مورد دیدارش با جرمی هانت وزیر خارجه انگلستان گفت در ملاقاتمان درباره اقدامات خصمانه رژیم ایران در حمایت از شبه نظامیان حوثی و تأمین آنها با موشک‌ها و پهپادها گفتگو کردیم. این موشک‌ها و پهپادها جهت هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی در یمن و کشورهای همسایه است. ست جونز، مدیر و مشاور ارشد پروژه تهدیدات فراملیتی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی درباره نیروی تروریستی قدس گفت نیروی قدس سپاه پاسداران نقش آفرین اصلی نظامی رژیم ایران در خاورمیانه است. هدف رژیم ایران از ایجاد پایگاه‌های این نیرو در لبنان بهبود بخشیدن به توانمندی‌های متحدین محلی خود است. این پایگاه‌ها را در خود ایران هم دارد، جایی که می‌تواند افرادی را از همه جا به اینجا بیاورد. This image is of the Imam Ali training facility in Iran. It's just on the outskirts of Tehran. جوزف فرمودز از اعضای ارشد مرکز مطالعات درباره اردوگاه آموزشی موسوم به امام علی گفت این تأسیسات درست در حومه تهران است. تقریبا تا سال 2008 این یک تأسیسات کوچک بود و الان قابلیت‌های خیلی بیشتری دارد. این تأسیسات در تمامیتش پرسنل را آموزش می‌دهد که در جنگ چریکی و سناریوهای جنگ نامنظم عملیات کنند. کریستوفر ری، رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI، روز جمعه اعلام کرد زمان آن رسیده که سپاه قدس را جدی‌تر بگیریم. وی در شورای روابط خارجی آمریکا در پاسخ به این سوال که نقش FBI در مقابله با سپاه قدس و حزب الله چگونه است گفت چه با اضافه کردن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، چه با اضافه نکردن آنها، موارد متعددی از نقش سپاه قدس از جمله درون خاک آمریکا هم ما و هم شماری از شرکای نزدیک ما داشته ایم و فکر می کنم زمان آن رسیده که این خطر را جدی تر بگیریم.